بنابر اعلام دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، روز پنجشنبه 29 تیر ماه، اول ماه محرم 1445 قمری است. در اطلاعیه دفتر معظم الله که در این مورد صادر شده آمده، به اطلاع عموم مؤمنی می رساند رؤیت هلال ماه ذی‌الحجه نزد معظم الله ثابت نشده و بنابراین روز چهارشنبه آخرین روز ماه ذی‌الحجه و پنجشنبه 29 تیر اول ماه محرم 1445 قمری می باشد. استان بصره عصر روز گذشته سه‌شنبه 27 تیر ماه شاهد بالا بردن پرچم امام حسین علیه السلام به مناسبت حلول ماه محرم الحرام بود. در این مراسم شخصیت‌های دینی، اقشار دولتی، محلی و سیاسی در مرکز این استان حضور داشتند و پرچم امام حسین علیه السلام را برافراشتند. این پرچم در چهار راه پرورش در مرکز استان بصره با ارتفاع 36 متر که حاوی عبارت البصره تنادی لبیک یا حسین، بصره تو را می‌خواند یا حسین، به عنوان بزرگترین پرچم استان بصره برافراشته شد. سازمان بین المللی مهاجرت از افزایش شمار آوارگان سودانی به بیش از 3,300,000 نفر در نتیجه درگیری‌ها میان ارتش و نیروهای واکنش سریع خبر داد. این سازمان در گزارش اعلام کرد طی 3 ماه گذشته درگیری‌های شدید میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در سایه عدم مشاهده راهکار احتمالی برای توقف جنگ داخلی ادامه داشته است. بر این اساس شمار آوارگان در درون سودان 2,613,000 نفر برآورد می شود. همچنین 757,000 نفر هم از سودان به کشورهای مصر، لیبی، چاد، آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و اتیوپی آواره شدند. همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، آیین تعویض پرچم گنبد مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی طبق سنت هر ساله با حضور زائران و مجاوران حرم و خادمان آستان مقدس عبدالعظیم برگزار و همراه با آن مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداختند. در این مراسم معنوی پرچم گنبد منور و متبرک حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام با اشک دیده و نوای لبیک یا حسین عاشقان و دلدادگان مکتب حسینی بر فراز بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم برافراشته شد. سازمان ملل متحد در واکنش به تصویب قانون مهاجرت غیرقانونی در بریتانیا اعلام کرد که مصوبه جدید پارلمان بریتانیا درباره مهاجرت غیرقانونی با تعهدات لندن تحت قوانین بین المللی در تضاد است. این قانون که انتقادات گسترده‌ای را در بریتانیا و سازمان‌های بین المللی برانگیخته است، از پناهندگی مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد خاک بریتانیا شدند جلوگیری می‌کند. دولت همچنین می‌خواهد که مهاجران پس از بازداشت خیلی سریع به کشور مبدا یا به کشور ثالثی مانند رواندا منتقل شوند. بیش از 45,000 مهاجر در سال 2022 با این قایق‌ها وارد سواحل بریتانیا شدند که یک رکورد محسوب می‌شود. در 6 ماه اول سال 2023 نیز بیش از 13,000 نفر از این مسیر عبور کرده‌اند.